سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص مقیاس بندی ویژگی ها یا متغیر ها با هم صحبت بکنیم که حالا جفتش رو با هم استفاده میکنیم، ویژگی ها یا متغیر. توی فارسی خیلی وقتا بهش میگن بی مقیاس سازی، یا کلمه استاندارد سازی یا نرمال سازی رو هم شنیدین که هر کدوم از این یه روش خاص از مقیاس بندی هستش. خب ولی اگر مثلا بی مقیاس سازی رو بخواید سرچ بکنید به انگلیسی چیزی پیدا نمی‌کنید. فیچر اسکیلینگ رو باید سرچ بکنین که بتونین پیدا بکنین که در موردش توضیحات وجود داره. خب حالا این مقیاس بندی ویژگی‌ها چی هست و به چه دردمون می‌خوره؟ فرض کنیم من الان اینجا یه سری ویژگی‌های متفاوت مربوط به ماشین‌ها رو دارم و اینجا هم من نمونه‌های مختلف ماشین رو دارم. ناگهان 199 تا ماشین دارم. حالا من میخوام ببینم کدوم یکی از اینها مناسبه که انتخابش بکنم. چه مسئله میشه گفت؟ مسئله MCDM که انتخاب بین گزینه‌ها هستش، یعنی تصمیم گیری چند معیاره. یا اینکه توی مسائل مربوط به ماشین لرنینگ و دیتا ماینینگ هستش که من خیلی استفاده بکنم. توی تمامی این مثالها، توی تمامی این کاربردهایی که گفتیم، ما باید یه جورایی بین این دوتا گزینه رو مقایسه بکنیم. خب فاصله بین این دوتا رو بتونیم تشخیص بدیم. اما اگر اینجا نگاه بکنیم، مثلا یکی از ساده ترین اونها استفاده از average هستش. مثلا من تابع average رو استفاده میکنم، میانگین این داده ها رو میگیرم و از طریق مقایسه بین این میانگین ها میام میگم که کدوم بهتر یا کدوم بدتره بر فرض مثلا، یا رتبه بندیشون میکنم. اما این میانگینی که من دارم اینجا میگیرم داره به صورت خودکار وزن بیشتری به این مقادیر میده، به مقدار مثلا این ویژگی‌ها رو بذاریم بهتون بگم، محدوده وزنی که اون خودرو میتونه تحمل کنه، اندازه موتور، مقدار اسب بخار، دور موتور اون، مقدار مایلی که به ازای هر گالون بنزین میگذرونه رو میره رو میگه توی شهر، و مقدار مایلی که به ازای هر گالون بنزین میره رو توی بزرگراه اینجا تعریف کرده، و قیمت اون که حالا فکر کنم به دلار هستش. خب الان اینجا داره وزن خیلی زیادی رو به صورت خودکار به این مقادیر میده، چون مقدارهاش خیلی زیاد هست و در واقع اینا رو داره در نظر نمیگیره که مقدار کمتری دارن، دامنه اعدادشون کوچیک‌تر هستن. و در صورتی که من از اوریج استفاده کردم، حالا میانگین وزنی طوری هستش که من به هر کدوم از اینا مقدار اهمیتشون یه وزنی رو میدم و بعد میانگین وزنی میگیرم، ولی اون هم اشتباهی دیگه، چون اون وزنا رو من دارم به خاطر اهمیتی که دارم میدم، ولی این فقط خود عدد هست، چون بیشتره داره وزن بیشتری رو به این اوریج و میانگین میده و این اشتباهه. کاری که میتونم بکنم چی هستش؟ با مقیاس اینها رو بیارم تو یک رنج یا دامنه خاص، مثلا همشون بین 0 و 1 باشن، یا همشون بین منفی 1 تا 1 باشن. خب و این کار رو بهش میگن مقیاس بندی ویژگی ها که روش های مختلفی داره، که اینجا ما 4 تا روشش رو آوردیم که مهمترین روش هاش هستن، ولی روش های بیشتری هم وجود داره. ساده ترین اونها مینو ماکس هستش که میاد تمامی این اعداد رو میاره بین 0 و 1 در واقع، یعنی عدد هر چی که هست میاره بین 0 و 1. بیام اینجا یه توضیح بدم، میگه x جدید تو، x پریم تو که مقیاس بندی شده میشه مقدار قدیمی، منهای مینیمم بردارت، یعنی مینیمم کل اون ستونی که داری توی این x. الان یک کدوم هر کدوم از اینا یه x هن دیگه، منهای مینیمم اینها تقسیم بر ماکسیموم منهای مینیمم که میشه همون دامنه این بردار شما. خب اگر من بخوام مثلا این کار رو انجام بدم چجوری هستش؟ میتونم راحت بیام از این یه کپی بگیرم، این یه دونه رو من براتون مینویسم که ببینید چجوری فرمولا رو نوشتم. این ماکس 2 میذارم، بعد اومدم اینا رو دلیت کردم، اومدم یه فرمول نوشتم اینجا مساویه با مقدار قدیمی منهای مینیمم کل اون ستون تقسیم بر پرانتز باز ماکسیموم ستون که میشه دامنه منهای مینیمم ستون. فقط باید به پرانتزا توجه بکنید، اینجا من یه پرانتز دیگه هم لازم دارم که
بذارم که از لحاظ ریاضیاتی درست باشه. خب بعد که اینتر رو میکنم میاد مقدار رو به دست میاره. کل این رو میزنم بیاد پایین که واسه کل اعداد من این محاسبات رو بکنم. میبینین که بزرگترینش یک هست و کوچکترینش هم صفره. و این رو اگر بکشم میاد خودکار اکسل اینا رو جا به جا میکنه و مقادیر رو واسه بقیه ایکس ها هم به دست میاره و این رو میزنم میاد پایین و الان تمام اینا بی مقیاس شدن. فقط یه چیزی رو باید در نظر بگیریم. وقتی که من دارم اینا رو مقایسه میکنم، اگر محدوده وزنی قابل تحمل زیاد باشه واسه ماشین خوبه، اگر اندازه موتور بیشتر باشه خوبه، مقدار اسب بخار هر چی بیشتر باشه خوبه، دور موتور هر چقدر بالاتر باشه خوبه، مقدار مایلی که بذاره هر بنزین سیر میکنه هر چقدر بیشتر باشه خوبه، اما قیمت هر چی کمتر باشه بهتره. برای این کار که الان توجه بکنین هر چی یعنی بیشتر باشه زیاد مناسب نیست، من میخوام این رو تبدیل بکنم به معکوسش، یعنی هر چی کمتر باشه خوبه. من این رو یک تقسیم بر پرایسش میکنم که بیاد اعداد بزرگ رو به یک اعداد کوچک تبدیل بکنه. الان هر چقدر بزرگتر باشه این مقدار کوچکتری خواهد بود و تحت این شرایط این یک تقسیم بر پرایس مثل بقیه، هر چقدر این عدد بزرگتر باشه در واقع پرایسش کوچکتر بوده، قیمتش کمتر بوده و مطلوبه واسه ما. و به خاطر همین الان به جای اینکه من این رو به ازای آی برم، میام به ازای اچش میکنم که یک تقسیم بر پرایس باشه. این الان دیگه یک تقسیم بر پرایس من هستش، یعنی هر چقدر بیشتر باشه مطلوب تر هستش. حالا اگر من مثلا یه روش ساده بخوام برم، میتونم اوریج بگیرم، اوریج بین اینا رو بگیرم. الان دیگه قابل قیاس هستن اینا، به همهشون یک وزن مشابه دادم. حالا اگر میخواییم میتونیم میانگین وزنی و روش های دیگه وجود داره که این کار رو انجام بدیم. و اگر بخوام مثلا ببینم کدوم از همه بهتر هستش، میتونم از تابع رنگ استفاده بکنم. خب همین رنگ اوریج هم خوبه و میگم این مقدار رو رنگش رو بین این واسه من به دست بیار که این الان مقدارش 180. من دنبال مقدار یک هستم که بیشترین مقدار رو داره. این الان گزینه مناسبه من این خود رو هستش و الان میگه مثلا این گزینه مناسبه از طریق این روش. ولی ما روش های مختلفی داریم دیگه واسه مثلا انتخاب بین گزینه ها که بهش میگن تصمیم گیری چند معیاره، یا یعنی که میتونم دیگه مثلا به راحتی از این اعداد توی الگوریتم های یادگیری ماشین یا داده کاویم استفاده بکنم. خب این میشه مینیماکس من. حالا بقیه موارد چی هستن من توضیح کوتاه میدم. نورمالیزیشن یعنی نورمال سازی، دقیقا همین فرمول مینیماکس هستش ولی منهای اوریج میکنه به جای اینکه منهای مینیمم کنه و این خب یه مقدار بهتر داره به من داده ها رو شاید بده. البته بستگی به کاری که میکنید داره. از همه بیشتر قابل استفاده استاندارد سازیه که به جای اینکه تقسیم بر دامنه بکنه، تقسیم بر انحراف معیار میکنه و داده ها رو تقریبا به یک توزیع نرمال شبیه میکنه. میگه x رو منهای اوریجش بکن تقسیم بر انحراف معیار بکن. الان اینجا ما هم همین کار رو کردیم، مقدار x رو منهای اوریج اون ستون کردم تقسیم بر انحراف معیار نمونه‌ای اون ستون کردم. که برای این کار اکسل خودش هم یه تابع به نام استانداردایز داره که اگر توجه کنین x رو از شما میخواد که مقدار قدیم هستش، مقدار میانگین رو میخواد که از تابع اوریج استفاده کردم و مقدار انحراف معیار رو میخواد که از تابع stdev.s استفاده کردم، یعنی انحراف معیار نمونه‌ای. و دقیقاً هم همین کار رو انجام میده، میاد x رو منهای اوریج تقسیم بر انحراف معیارش میکنه. فقط اومدم واسهش فرمول گذاشتم چون خیلی استفاده میشه ولی واسه بقیه نذاشتم. خب اینم استاندارد سازیه. اگرم توجه بکنیم من بیام اینجا کلش رو سلکت بکنم، یه دونه نمودار فراوانی واسهش بندازم، میبینین که تقریبا نرمال هستش. خب و به یک تابع نرمال شبیهش میکنم. خب اینم از استاندارد سازی.
حالا آخرین مورد یا فرمول اسکیل تو یونیت لنگث هستش، یعنی مقیاسش رو به یک واحد برسونیم. خب به یک اندازه واحد برسونیم. این یعنی چی؟ یعنی نها کنین الان فرض کنین، بذاریم من بیام توی وان نوتم، فرض کنین که من یه دونه x1 دارم و یه دونه هم x2 دارم، یعنی دو تا نمونه دارم و میخوام بر اساس مقیاس وزن، یعنی محدوده وزنی برم جلو. توی اکسل هم به چه معنی هستش؟ به این معنی هستش که من توی اینجا فقط این دوتا رو الان دارم، بقیه رو ندارم و فقط این رو میخوام برم جلو. حالا این اعدادش به هم برابره، 2000 در نظر بگیرین و 3000 در نظر بگیرین که متفاوت باشه. این مثال رو میخوام برم جلو. توی اینجا من باید بیام یه دونه مختصات بکشم، بگم که واسه نمونه اول من یا اولیش x1 مثلا اینجا هست، این هم مثلا x2 هستش. توی اولی فرض میکنم مثلا یه مقدار این چنینی، مثلا اولی 2000 تا بوده نمونه اول، خب توی دومی مثلا 3000 بوده. اینجا میشه، این میشه نقطه تقابلش، یه نقطه من. خب مقدار فاصله این نقطه از صفر یعنی مبدا مختصات چقدر هستش؟ اگر بیایم منهتن در نظر بگیریم، بهش میگم فاصله منهتن، میشه یه 2000 تا باید بیام پایین، یه 3000 تا باید برم اینور، یعنی جمع 2000 به اضافه 3000 میشه، میشه وزن اولی به اضافه دوم، میشه 2000 تا به اضافه 3000 تا. این میشه فاصله منهتن اون که برابر با 5000 تا هستش. خب اگر بخوام اقلیدوسی در نظر بگیرم، یعنی این فاصله میشه که فاصله کوتاه‌تر هستش. ببین این فاصله بلند هستش، این فاصله کوتاه‌تر هستش، برابر با چقدر هست؟ وترش هست دیگه، میشه رادیکال 2000 منهای 0 به توان 2، چون یکی با مرکز مختصات دارم میرم جلو دیگه، به اضافه 3000 به اضافه منهای 0 به توان 2. خب این میشه اقلیدوسی که ریشه دومش میشه. ما نرم های دیگه ای داریم، یعنی اگر مثلا این الان توانش بعد از 2 هستش ریشش. خب ما نرم های دیگه ای هم داریم، یعنی میتونیم بگیم که آقا ریشه سومش رو هم میتونیم در نظر بگیریم، 2000 منهای 0 به توان 3 به اضافه 3000 منهای 0 به توان 0. خب و همینطور الی آخر که به این میگم مثلا L3. خب لنگث 3 یا طول 3 مثلا میگن، یا نورمن بهش میگن. خب این میشه اندازه فاصله، اندازه‌ای که این x داره. الان من اینجا دو تا رو در نظر گرفتم که بتونم تو محور مختصات اون رو نشون بدم، اما ما بردارمون 199 تا داده داره. خب برای اینکه منهتن بریم جلو چیکار باید بکنیم؟ منهتن گفتیم دیگه، خیلی ساده هستش، این رو باید تقسیم بر اندازه منهتنش بکنیم دیگه. اندازه منهتن نرم 1 همون سام هستش، به راحتی میتونم بنویسم مجموع این ستون رو در نظر بگیر، این میشه با نرم 1 یا L مساوی 1 میشه، که حالا اینو باید بیام تا آخر واسه همش برم. اما اگر بخوام اقلیدوسی برم جلو چطور میشه؟ میشه این مقدار تقسیم بر اندازه اقلیدوسی کل داده‌های، که اینجا هم اکسل یه دونه سام اسکیو داره که من میتونم جمع، یعنی به توان 2 میرسونه، مجموع مربعات میگیره دونه دونه به توان 2 میرسونه و جمع میبنده، اما یه ریشه هم باید داشته باشم واسش دیگه، یعنی مجموع ریشه دومش بود دیگه، ریشه دوم مجموع مربعات بود که از تابع SQRT استفاده میکنم، ریشه دومش رو هم میگیرم و این رو میذارم میره واسه آخر، که اینو اگر بکشم واسه بقیه هم حساب میشه دیگه. خب این میشه اندازه نرم 1 و نرم 2. اما واسه این که بالاتر از اون رو بخوام داشته باشم چی کار باید بکنم؟ اکسل دیگه چیز خاصی نره، اصلا توان 3. باید اول دونه دونه داده هم رو به توان 3 برسونم، که اینجا یه جدول درست کردم همه رو به توان رسوندم، بعد اومدم حالا مقیاس، جدول مقیاس بندی شدهش رو به دست آوردم که میشه
اون مقدار اولی که توی example دیتا هستش، مقداری که به توان نرسیده، تقسیم بره مجموع این ستونی که داشتم به توان ریشه، یعنی یک تقسیم بره ال من، سه من که هستش، ریشه سومش، که اینجا به راحتی میتونم اون رو به دست بیارم. خب حالا از کدوم باید استفاده بکنیم؟ ببینین از لحاظ محاسباتی سخت درینش ریشه دو به بالا هستش که واسه اسکیل تو یونیت لنگت میریم جلو، از لحاظ محاسباتی از همه سخت‌تر هستش. بعدش میشه استاندارد سازی مقدار سخت هستش، یعنی من باید انحراف معیار بگیرم. انحراف معیار میدونین دیگه، خودش یه کم فرمولش توان دو داره، ریشه دوم داره، یه مقدار از لحاظ محاسباتی عملیات زیادی باید انجام بده که ایکس و منهای اوریج تقسیم بر انحراف معیار میکنه. بعدش نرم دو هستش که سخت در هستش، چون فقط یه دونه به توان دو داریم و بعد یه رادیکال داریم، از انحراف معیار ساده تر هستش. بعد نرم یک هست که خیلی ساده هستش که خیلی استفاده میکنم، و بعد دیگه نورمالیزیشن هست و از همه ساده تر که مینیمکس هستش. پس از لحاظ محاسباتی اگر براتون اهمیت داره که الگوریتمتون سری بره جلو، دقت رو بخوایم یک کم بیاریم پایین تر، اول مینیمکس استفاده میکنیم، بعد نورمالیزیشن استفاده میکنیم اگر بخوایم یه مقدار حالا محاسبات بیشتر و دقت بیشتر داشته باشیم، بعد اسکیل تو یونیت لنگث یک رو استفاده میکنیم که میشه x من تقسیم بر مجموع داده ها که خیلی محاسبات سریع و راحت به دست میادش. بعد نرم دو هست که راحت تر هستش از لحاظ محاسباتی، یعنی نرم اقلیدوسی و دقت خوبی رو هم داره. و بعد استاندارد سازی هستش که هم دقت خوبی رو داره و هم ولی از لحاظ محاسباتی یکم بیشتر هستش. اما یه تفاوت بیشتر، تفاوت دیگه ای که استانداردیزیشن با اسکیل تو یونیت داره این هستش که میبره حالت نرمال میکنه، همونطور که گفتیم، و دلیلش هم، دلیل استفادهش هم همین هستش که خیلی استفاده میکنم، چون نرمال سازی تا به توضیح نرمال پیروی میکنه، داده ها رو خیلی منطقی میکنه و توی الگوریتم های ماشین لرنینگ خیلی ازش استفاده میکنم. اما توی مثلا MCDM و تصمیم گیری چند معیاره بیشتر از این اسکیل تو یونیت استفاده میکنن که از L1 یا 2 استفاده میکنن خیلی جاها. خب امیدوارم که این مبحث هم براتون مفید واقع شده باشه. ممنون از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.